جناب آذرمهر، ما در چند روز یعنی تقریبا در یک ماه و نیم گذشته هر روز داریم میبینیم حوثی‌های یمن که بسیار وضعیت خطرناکی در حدیده داشتن، بندر حدیده، و کارشون دیگه خیلی سخت شده بود. الان دارن خاک میگیرن از عربستان و هر روز عملیات‌های گسترده‌ای رو دارن در خاک عربستان برنامه ریزی میکنن. چی شد یه دفعه برگ بازی داره عوض میشه؟ و دیروز هم سخنگوی حوثی‌ها، حالا من خودم بعد حتما برنامه‌ای داشته باشم، اعلام کرد که جنگ و داخل عربستان به زودی تمام خواهیم کرد. و شما چه جوری می‌بینید؟ آیا ایران کمکی رسونده یا امداد غیبی رسیده؟ چی شده که انقدر حوثی‌ها به یک باره از اینکه پا برهنه بودن حالا لباسای فرم می‌پوشن، قشنگ فرم‌های نظامی، یونیفرم‌های نظامی تنشونه، و الان دارن این سطح گسترده از عملیات انجام میدن و یک بانک اطلاعاتی دارن که 300 نقطه حساس عربستان و امارات و اونجا میتونن مشخصاتش رو داشته باشن تا بزنن، و تا الان 4-5 تا رو زدن از اون بانک اطلاعاتی که دستشونه. بفرمایید. بله، ببینید، من که همینجور دارم صحبت میکنم، شما فرتوره رو بذارید، فرتور نخست که پهپاد، بعدیش آبشیرین کنهای عربستان، همینجور پمپاشخونی نفت و و و. ببینید اتفاقی که افتاده، البته نگرانی در مورد بندر حدیده همچنان وجود داره از دید من، چون من نقشه میدانیشو میدیدم یه خورده نگران کننده هست. اما موضوعی که اتفاق افتاده اینه که انگار یه عقب نشینی تاکتیکی، چون من اون خط ساحلی که در کرانه ها اینا عملیات آبی خاکی و سرپل زدن رو انجام دادن ائتلاف سعودی، دیدم چنان پیشرفتی هم نکرده. این یه بخش. دوم، من توضیح بدم، اینه که یونیفرم پوشن اینا بخشای ارتشیه یمن هستن، یمنی که با عبدالرب منصور هادی همراه نیست، خب، و در واقع با عربستان همراه نیست، و اونهایی که لباسهای چیز هستن اونها کمیته‌های مردمی و انصارالله یمن هستن. این یه موضوع. موضوعی که وجود داره، حتما کمک‌های امداد غیبی وجود داره دیگه، بگیرید داستان رو. موضوع بعدی اینه که چون فرودگاه‌های این کشور زده می‌شد و خب این کشور از طریق دریایی هم تو محاصره بود، از طریق هوایی به این نحو مورد حمله قرار می گرفت، اینها اومدن چیکار کردن؟ از طریق پهپادی برگه رو برگردوندن، شروع کردن به فرودگاه‌های امارات و فرودگاه‌های عربستان سعودی حمله کردن، و این رو نشون دادن که ما دستمون برای حملات اینچنینی بازه و میخوان به یه سمتی ببرن که اگر ما نتونیم در بندرگاهمون محصولاتی رو داشته باشیم، ما نتونیم از فرودگاهمون استفاده کنیم، طرف مقابل هم نمیتونه استفاده بکنه. خب ببینید، از سال 2015 که این نبردها شروع شد، هرچه به این سوتر اومدن، خب ارتش یمن غافلگیر شد، ولی خب رفته رفته خودشو پیدا کرد، شروع کرد خودشو بازسازی کردن و به صورت بومی برای خودش یک سری توانمندی هایی رو ایجاد کردن که بتونه این مشکلات رو براش راه حل پیدا بکنه. چیزی که این وسط پیدا شده اینه که یک آدم سبک مغزی در ایالات متحده به اسم برایان خوک اومده گفته که تجهیزات ایران فتوشاپه. خب پدر نیامرز، تجهیزات تو که فتوشاپ تره. ما در 5 مایلی سامانه پاتریوت شما اومدیم عملیات انجام دادیم علیه داعش، شما نه تنها متوجه نشدیم، بلکه اون بخشی از نیروهای شما که در پایان عملیات متوجه شد نتونست اقدامی هم انجام بده. چیکار کردیم؟ ما که جای خود داریم، انصارالله یمن پهپاد میفرسته برای فرودگاه عربستان، اونجا رو بمباران میکنه، 90 کیلومتریش سامانه پاتریوته. نگید که مرامگیرمون کردید این سامانه پهپاد رو نزد، اسباب خنده است. سامانه اصلا این پهپاد رو ندید. آقای برایان هو، شما که توانمندیتون فتوشاپ تره که عزیز من، یه نیم نگاهی به ته کلاست بنداز ببین کیا دارن چی میسازن تو وزارت دفاعتون. از این موضوع که بخوایم بگذاریم، برای یمنی ها بسیار اهمیت داره که این توانمندی که دارن بتونه توی عمق خاک عربستان و امارات عملیات انجام بده و بتونه اونا رو غافلگیر کنه. یکی این موضوعه. موضوع بعدی که این وسط وجود داره
اینه که اگه اون فرتوری که من برای شما فرستادم در اروپای شرقی سامانه به اسم توچکا هست، اون رو اگه نشون بدین، این سامانه های بالستیکی بعد از راکت های گراد اومد که بعد از اونم سامانه های اوکا اومد و بعد از اونم که امروز سامانه اسکندر وجود داره. خب بعد از اینکه نیروهای ارتش یمن از دست داد، اومد چیکار کرد؟ پاسخگویی بمباران خاک عربستان رو در کنار مرز اومد با این سامانه های توچکا انجام بده. خب شروع کردن این توچکا ها رو شلیک کردن. سامانه های پاتریوت می اومدن چیکار میکردن؟ 20 موشک شلیک میشد با چه قیمت گزافی که یه تهدید ارزون قیمت از بین ببره. آقای برانیان هوک تای کلاس میشینی، گوش کن واسه تو دارم میگم تا بفهمی فتوشاپ ساز کیه. یمنی ها برای اینکه بتونن سامانه های پاتریوت رو شناسایی بکنن که داره با این سامانه توچکاشون مبارزه میکنه و بعدها اسکات هاشون، اومدن پهبادهایی رو ساختن. حالا شما فکر کنین امداد غیبی بوده، پهبادهایی رو شروع کردن ساختن که خیلی هم ساده هستن. مثلا این قاصفه یک رو ببینیم، مثلا موتورش یا از تجهیزات مثلا موتورهای ساده کشاورزی یا موتورسیکلت های مثلا با موتورهای سبک درست میشه. اگه دقت بکنید دقیقا اون چیزی که ما در ابتدای را بخواستیم فناوری پهبادی رو به دست بیاریم، ما هم از همین جاها شروع کردیم. بعدها شروع کردیم موتورهای پیشرفته تر رو درست کردن و مثلا موتورهای هانکل ساختن و اینا، بعد تا بتونن این سامانه ها رو شناسایی بکنن. جالبی این بود که به سرعت یمنی ها متوجه شدن که سامانه پاتریوت اصلا قابلیت شناسایی پهپادهای اینا رو نداره و پهپادهای اینا نه تنها قابلیت دیدبانی بسیار بالایی رو دارن، بلکه میتونن خودشون به عنوان یک موشک کروز استفاده بشن و به سرعت و با دقت بسیار بالا اهداف بسیار مهم و راهبردی رو بزنن، اهم از آبشیرین کنها، اهم از تلمبخانه های نفت، پالایشگاه ها و عرضم به حضور گرامی شما که سامانه های نظامی و منطقه های تجمع نیروهای اینا رو. این توانمندی ها برای اینها در هرچی که به این سمت اومدن بیشتر مهرز شد، مشخص شد و امروزه به جایی رسیده که اینها دقیقا دارن میان بخشای راهبردی عربستان رو تو عمق خاکش میزنن، در 700 کیلومتری دارن میزنن و جالبه در 1300 کیلومتری در خاک امارات دارن میرن فرودگاه رو میزنن. و یه چیز جالبی هم بگم، این از فرهنگ و تاریخ ایران میاد. من این جالبه میبینم، میگن که ما در واقع تاریخ ایران رو بخوای نگاه کنی اینجوریه: قدرتمندیم، مظلومیم اما ضعیف نیستیم، قدرتمندیم. یمنی ها امروز دقیقا این فلسفه وجودی تاریخ ایران هن. در اوج مظلومیت اما اقتدار دارن و با شرف هم هستن. میتونستن یه هواپیمایی که اونجا پارکست رو بزنن ولی گفتن شاید غیر نظامی اونجا بشه، در صورتی که دشمن تا بن دندان مسلح هر روز داره اتوبوس های مدرسه شون هم میزنه. ولی اینا اومدن چه گفتن؟ یه خودرویی که اونجا پارک بوده رو گرفتن زدن. حالا اینکه اینا چه جوری این بعد مسافت به این طولانی رو اینا گرفتن، هدایت کردن، چه تجهیزات پیشرفته‌ای دارن بدون ماهواره، این چرا اینقدر دقیق میده، چند تا نظریه هست که موضوع بحث ما نیست. ولی موضوع بحث ما اینه که نه تنها از لحاظ اطلاعات و شناسایی در این چند سال اینا با این توانمندی‌های بومی به یک جایگاهی رسیدن که بتونن این کشور و نقاط ضعف این کشورها که دوتا در واقع استخونبندی ائتلاف سعودی هستن، امارات و عربستان، رو کشف بکنن، با در کنار اون میتونن حتی به اینها حمله هم بکنن با همون تجهیزاتی که شروع به شناسایی کردن. و اون طرف میدان هیچ توانمندی برای کنترل این ابزارها و این ادوات انصار الله یمن نداره، دستش کاملا خالیه. یعنی در واقع تو جایی هم که دستش پره، اینم من اشاره بکنم، جایی هم که دستش پره انقدر هزینه دفاع بالاه که اصلا برابری نمی کنه. اون طرف چقدر هزینه داره میکنه برای آفند و پدافند، این طرف چقدر داره هزینه میکنه برای آفند و پدافند. و این موضوع من اگه یه خورده فقط نگرانی دارم تو شرایط انسانی یمن، واقعا خطرناک هست. و از اون سو هم بیشتر شرایط محاصره شدن این بندرگاهی که اینها از دست دادن، اگر اینها
یه خورده اوضاع انسانی توی اونجا بهتر بشه، یه خورده سازمان ملل دخالت بکنه، من آینده رو برای اینا، برای مقاومت و انصارالله یمن بسیار روشن می‌بینم. پوزش میخوام بعد میکروفونم باز میکنم دوستان صدای مردی شنیدم. بنابراین پس آینده برای حوثی‌های یمن به نظر شما، چون الان تهدیدی که سخنگوشون کرده گفته که ما در خاک عربستان جنگو به پایان میرسونیم. ببین یه چنین چیزی وجود داره، از لحاظ سیاسی و اجتماعی هم عربستان تو اوضاع بدیه. ببینید دوربر 6-7 روز پیش خبرش اومد که دیسکو حلال رو انداختن توی جده عربستان، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، کنار ساحلش، مثل این شهر ساحلیه در دریای سرخ، ساحل کرانه‌های دریای سرخه، اینا یه دیسکو حلال، یه ساحل دریا رو کرانه‌هاشو سقف‌دار کردن و به صورت مختلف زنا و مردا میتونن برن اونجا. یه قوانینی هم گذاشتن، یه سری لباسای خاص مثل این لباس مایو هست باید بپوشن، اینا کلی سر و صدا کرده مردم، حتی جوونا اومدن توی فضای مجازی با حسابای کاربری اجتماعیشون بدون ترس برگشتن گفتن اون عربستانی که ما میشناختیم و به ما برگردیم، این چه وضعیه، نمیدونم چرا عربستان داره اینجوری میشه، ما عربستانی که قدیم بوده رو میخوایم، از اینجور حرفا. این کشور ما خیلی جلوتر از عربستانه، در کشور ما شاه یه چنین کارهایی رو کرد، بالاخره اینا رو حداقل بهانه قرار دادن با سقوط شدن. عربستان داغونه، از اون طرف هر روز داره خرخره مردم بیشتر میجوه در بخش آزادی های سیاسی، تو انظار عمومی زن و بچه مردم رو گردن میزنن. آخه اصلا گسلا خیلی شدیده، از یه طرف تو خیلی داری مدرن میکنی، از یه طرف خیلی داغون و عقب مانده ای. خب اینا اصلا به هم دیگه نمیخونه. و به شما نگاه بکنید، در یک چنین شرایطی عربستان مردمش به هیچ عنوان پشت هیئت حاکمه نخواهند ایستاد و یمنی ها رو با آغوش باز پذیرا خواهند بود. امروز هم آخه چیزه، امروز هم ملک سلمان ما رو تهدید کرد، یعنی دوباره ایران رو تهدید کرد، یعنی تو این شرایطی که خودش هنوز تو جنگ یمن شدیدن گیر کردن، یعنی من نمیدونم با چه پشتوانه این امروز ما رو تهدید کرده، هنوز موندم. یه واژه‌ای رو شما از استاد سخن فردوسی بزرگ گفته بودید که پژوهنده رو راز با مادر است. آقای بن سلمان، پژوهنده رو راز به ساقی شماست، از کی جنس رو میگیری؟ رو چه حسابی آخه؟ رو چه کتابی؟ من نمیدونم. دقیقا چهار سال اینا تو جنگ یمن گیر کردن، باز امروز این داره ما رو تهدید میکنه، خیلی برام جالب. به هر حال تهدید کردی تو گوشیاشو خوردی دیگه، بذار جای سرخ بودن تو گوشیات بخوابه بعد تهدید جدید بکن. به هر حال اتفاقات بعد ببینیم در روزهای آینده چگونه پیش میره و حوثی‌های یمن تا این لحظه خیلی کارها کردن و تازه سانسور خبری داره میکنه عربستان، به خاطر که واقعا تو شوکه و باعث آبروریزیه و الان عربستان حتی از دست حوثی‌ها به جامعه بین المللی اومده پناه برده. حالا دیگه نمیدونم با چه حسابی ما رو تهدید میکنه، چون حتی حریف حوثی‌ها نشده، هر دقیقه دارن مقامات عربستانی به ویژه ملک سلمان و حتی محمد بن سلمان منظورمه نه پدرش، هر لحظه داره میگه جامعه جهانی باید به داد ما برسه، فلان اینا زدن بخش لوله های نفت آرامکو ما رو زدن، به خاطر این آرامکو اینا خیلی پمپاژشون مورد بمباران پهپادهای حوثی‌ها قرار گرفته، خیلی فشار بهشون اومده. به هر روی دستتون درد نکنه جناب آذرمیر، اگه صحبتی هست در این حوزه بفرمایید که برنامه امروز رو ببندیم. نه تنها خودشون دارن سانسور میکنن که جامعه جهانی هم باشون همراهه، جامعه حقوق بشر و آهای حرفای خوشمزه کاملا با اینا پشت این است. ببینید اینها هم مثل یک پسر خرس گنده که کتک میخوره از یک بچه‌ای که خیلی کوچیک‌تر از خودشه ولی خیلی تیز و بوده، شروع میکنه سری میره پیش پدر مادرش یا میره پیش آقای ناظم میگه آقا این من زد، ناظم هم اول میزنه تو سرش میگه خاک تو سر تو با این یکلت از این خوردی، در واقع باعث رسوایی شده تو افکار عمومی. بعدم خیلی ها الان دیگه توی فضای اجتماعی نمیشه مسکوت کرد، خیلی ها میدونن که چه جنایتی رو عربستان کرد علیه، با تمام سانسورهایی که جریان اصلی داره میکنه، همه میدونن چه جنایتی رو این کشور در حق مردم یمن کرد، از تحریم کردن دارو، از زدن بیمارستان ها زیرساخت های بهداشتی، از زدن زیرساخت های آب آشامیدنی، سطح ها را زد، سیستم فاضلاب را زد که وارد آب سفره های زیرزمینی شد و جنایت هایی که عربستان تا اتوبوس مدرسه را اینا زدن، تا مدرسه را اینا زدن. حالا امروز یه دونه موشک خورده داخل
فرودگاه یه دونه غیر نظامی هم آسیب ندیده، بلند شده خرس گنده گریه کرده که آقا معلم این منو زد. خب سازمان ملل وقتی که به داد مظلوم میخواد برسه فقط ابراز نگرانی میکنه، اینجا هم بیشتر از ابراز نگرانی کاری نمیتونه بکنه که. اون طرفای غربی هم که متحدن فقط میتونن اسلحه جدیدتر به شما بفروشن، کار دیگه ای برات نمیکنن. تنها اینجا مردم یمن هم که شروع بختانه مجازات دارن میشن. بله، ببینیم تا روزهای آینده چه اتفاقاتی میفته. سپاسگزارم از همه دوستانی که برنامه رو دقت کردن. برنامه ها در عرض امشب تا 72 ساعت آینده همه بخش ها در آرشیو ما قرار میگیره و تا 2 هفته در آرشیو سایت توییچ باقی میمونه، چون در سایت توییچ همه برنامه ها تا 2 هفته تو آرشیو میمونه. و خیلی خوشحالم که در سایت توییچ میبینم خیلی از عزیزان حضور پیدا میکنن و خیلی امروز بازدید خیلی خوبی داشتیم در سایت توییچ. حالا تا برنامه بیاد در فضای مجازی، در کانال تلگراممون، در دیلی موشن و در سایت یوتیوب تا ببینیم که به یاری ابرومزا کجا داریم میریم و چی کار داریم میکنیم و در این جنگ رسانه ما چه حرفی برای گفتن داریم. سپاسگزارم از شما جناب آزمه، با تحلیل های بسیار قوی و کوبندتون واقعا لذت بردیم، کلی به اطلاعاتمون اضافه شد و از شما سپاسگزارم و بدرود میگم. پاینده ایران بدرود. پاینده باشید.